همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ایتالیا برای شرکت در نشست گروه هفت، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده روز پنجشنبه توافقنامه امنیتی جدیدی رو با اوکراین امضا خواهد کرد. به گفته جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که این خبر رو در پرواز رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران اعلام کرد، اوکراین باید بتونه از خودش دفاع کنه تا از تجاوزات آینده جلوگیری بشه. همکارم فرهاد پولادی از کاخ سفید همراه ماست. فرهاد، جک سالیوان در گفتگو با خبرنگاران همراه رئیس جمهوری در پرواز ایرفورس وان گفته که هدف این توافق امنیتی ارسال یک پیام شفاف به کرملینه که آمریکا با عزم راسخ پشتیبان اوکراینه برای دفاع از خودش در برابر تجاوز نظامی روسیه. درسته؟ دقیقا همینطور. جک سالیوان در صحبتی که داشت از اهداف این سفر و این دیداری که فردا قرار رئیس جمهور آمریکا با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی داشته باشه، با پیام مستقیمی و شفافی رو به مقامات روسیه به ویژه آقای پوتین ارسال خواهد کردش که امریکا عزم راسخ داره در کنار اوکراین در این در مقابله با تجاوز نظامی روسیه بمونه. Tomorrow, President Biden and President Zelensky will sit down to discuss. فردا جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی در مورد حمایت قوی آمریکا از اوکراین در برهه زمانی کنونی و آینده گفتگو خواهند کرد. پس از آن نشست، رهبران دو کشور یک توافقنامه امنیتی نظامی دو جانبه را امضا خواهند کرد که مشخص می‌کند حمایت ما در آینده طولانی خواهد بود و متعهد به ادامه همکاری به ویژه در عرصه دفاعی و امنیتی است. هدف ما شفاف است. ما می خواهیم نشان دهیم که ایالات متحده از مردم اوکراین حمایت می کند. ما در کنار آنها می ایستیم و به رفع نیازهای امنیتی آنها نه فقط فردا بلکه در آینده ادامه خواهیم داد تا بتوانند به تقویت توان دفاعی و بازدارندگی معتبر برسند و آن را ادامه دهند. هر گونه صلح پایدار در اوکراین باید توسط توانایی خود اوکراین برای دفاع از خود و جلوگیری از تجاوزهای آتی تضمین شود. و با امضای آن ما همچنین پیامی از اراده خود را به روسیه ارسال خواهیم کرد. اگر ولادیمیر پوتین فکر می کند که می تواند ائتلاف حامی اوکراین را برهم بزند، اشتباه می کند و این توافق عزم و تعهد ما را نشان خواهد داد. خب جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به این مسئله هم اشاره کردش که این در چارچوب توافق نظامی امنیتی که آمریکا دو جانبه با اوکراین منعقد میکنه، آمریکا بنا نداره سرباز نیروی نظامی به اوکراین اعزام بکنه. پیشتر هم جو بایدن گفته بودش که در صورتی که نیروی نظامی آمریکا به اوکراین بره، احتمال قوی درگیری دو کشور دارای سلاح اتمی بیشتر خواهد شد. همچنین جک سالیوان گفتش که این توافق امنیتی میتونه پلی باشه برای اوکراین که با استفاده از اون درخواستش رو برای عضویت به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هموارتر کنه. خب ولی بعضی از اعضا هنوز در این مورد تحفظهای خاصی دارن، نمیخوان این کار انجام بشه با توجه به بند پنجم ناتو و هنوز شرایط درگیری نظامی در اوکراین هستش. مسئله دیگه که آقای سالیوان به اون اشاره کرد، تصمیم گیری درباره حدود 300 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده روسیه در بانکهای کشورهای غربی به اروپا هست که بنا دارن در حدود 50 میلیارد دلار رو به عنوان پشتوانه وام به اوکراین بدن برای بازسازی خرابی هایی که تجاوز نظامی روسیه ایجاد کرده. هنوز در این باره تصمیم گیری نشده و همچنین گفتش که تحریم های جدیدی رو علیه کشورهایی که به ماشین جنگی روسیه کمک میکنن اجرا کنن، به ویژه در این برهه زمانی چین که ریستراشه‌هایی رو داره برای روسیه ارسال میکنه که در ماشین جنگی استفاده بشه. پیشتر هم برای جمهوری اسلامی تحریم‌های زیادی گذاشتن برای صنعت پهپادی. گفت درباره اینا قرار تصمیم گیری بشه که چگونه این تحریم‌ها توسط گروه هفت به ویژه اون مورد پول‌های بلوکه شده اجرایی بشه و خب به نفع اوکراین انجام بشه.